استاذی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک روز مانده به نوروز و این روز این مکانی رو که من قرار دارم شما میبینید که در این فضای هوای سرد و برفی امروز و این مکان رو شما میبینید در پیشتر ما هست یکی از زندانهای شهر بلین است که یک جوان به جرم بگویم یا به یک مشکل که درش پیش آمده در این زندان یک مدت است که به سر میبره و از من خانواده ایش از افغانستان زنگ زدن و به حساب ارتباط گرفتن که شما اگر لطف کنید از این یک دیدن کنید که البته چند بار رفتیم دیدیم از جوان و همیش حرف ما میگیده که جوانایی که به اروپا میایم بدون پدر بدون مادر بسیار مشکله. این جوانای خصوص که زیر سنش باشن، سنشون 16 است 17 است یا 18 است 20 وقتی که پدر نباشن برای جوانا بعضی مشکلات خلق میده که البته بعضی سن جوان نیستن. این جوان چی میفهمه که خب البته بعضی جوانایی که میفهمم اونا با پوش درس و تحصیل رفتن، یک در جوانایی که برشون مشکل پیشن میگیم که آسان در این زندانی که ببینید شما در این زندان بالاخره جایشن میشن و این جوان برش یک مدت عفت برامده و ما برش تفشیش کردیم که وکیل بگیریم که با این وکیل هم البته نمیتونه که بسیار کارهایی که باید انجام بده بده. وقتی که نفر یک جرم مرتکب میشه باید او به اون اعمال بگم جزای جرمش باید داده شود که جزا کسی زندان چرماست و والدیش و پدرش و مادرش رو دوانستان است واقعا ناراحت هستن و من خواستم به احترام پدر و مادرشون رو برم از این جوان دیدن کنم و همینش چند دقیقه صحبات این صحبتهایش به افغانستان بفرستید و همچنان در آلمان یک قانون هست که در روزه ملی یا در روزه مذهبی مثل هید، مثل نوروز، مثل دهم محرم، روز عاشورا میتونیم که از زندان برای یک جوان برای یک مدت کوتاه البته با یک ضمانت که یک نفر ضمانت کنه که ما یک جوان میبریم به خانه برای یک 4 ساعت 5 ساعت که ما بتونیم که انشاءالله در روز نوروز جوان برای یک مدت 4 ساعت 5 ساعت به صورت در یک مرخصی بگیریم بیایم در مسجد وقتی که برنامه جشن نوروز گرفتیم از استفاده کنیم. و امروز هم ما خواهش دیگه که شما هم داخل افغانستان دارم شما که در داخل افغانستان هستین حداقل عکس تصویر گزارش بتین که در افغانستان به چه شکل افغانستان این سال نوروز تجدید میشن. بعضی کسا مخالف با نوروز هستن، بعضی کسا موافق هستن. از زندان بعضی کسا مخالف هستن نوروز هستن، بعضی کسا موافق نوروز هستن. این شما که در داخل افغانستان هستین نزدیک همین شما نوروز تبریک بگو، نوروز تبریک بگو، حداقل یک دونه تصویر زیبا اگر در مزار هستین از مزار شریف رو کنین، اگر در کابل هستین از زیارت سخی رو کنین، اگر کسایی که در گرد نوایی پنجشا زندگی میکنن از پنجشا که در افغانستان در چند جای در کجا میشه زمانی که زمانی که ما در افغانستان بودیم البته در زمان شاهی یا در زمان جمهوری هم در زیارت سخی تجدید میشد، هم در پنجشا که در میرفتن منقبت خانی میکردن و همچنان در خیرخانه یک جایی بود در خیرخانه که در اونجا به حساب روز دیقان بگویم روز نهالشانی در اونجا ما تمام شهر کابل از هر نایه از ولایت مردم می آمدن جمع شدن کنسرت های بود در هر بخش از وزیرآباد علایده بود از چارگی علایده بود از افشار و دیدانا و دالمان از هر کدام یک بخش رو می گرفتن می آوردن. حالا شما جوان ها یا شما متنه که در داخل افغانستان هستن من خواهش میکنم که اگر توانایی شو دارین می فهم که انترنت افغانستان ضعیف هستن اگر توانایی شو دارین لطف کنین بعض اکس ها بفرستین که ما عاشق دیدار زیارت مولا علی علیه السلام از مزار شریف و همچنان دیدگاهی که در شهر کابل زیارت به اسم زیارت سخی است از او داریم و همچنان خداوند روی تمام روحانیون خداوند روی مرحوم آقای حجت خداوند شاد داشته باشم و انشاءالله خداوند در فرزندانش و نواسه ها این لطف کرده که میاین فردا مزار در روز سخی و تجلیل از نوروز میکنن انشاءالله که فردا به خیر بگذره، امن و امان باشه، کدام انتحار، کدام انفجار صورت نگیره. دیگه باز من خواستم که خدمت شما پیشاپیش سال نو براتون تبریک بگویم، سال خوب و خوش با صفا با محبت، همون محبت و برادری را در بین جامعه افغانی انشاءالله که خداوند برپا کنه با از قدم نوروز و صفا و صمیمیت و قوت در بین جامعه اسلامی نه تنها در افغانستان در تمام جهان ایده به حاکم و برپا بگردانم. وقت خواستم که یک گزارش کوتاه از این شهر که هستیم و از این هوای سرد و سردی که هست انشاءالله خدمت شما برد برسانم. باز روزه خوش و خوب داشته باشین و تا نهید سال خوب و خوش برای همه شما تا چونی کنید. یک زندان شهر بلین دنکشون.